تقدیم به آیدا که آینه فردیت شعری را شکست تا با آن دو و آینه خلق خود به مقاومتی مقدس درآید. تقدیم به فرزندان و یاران و دوستداران راستین آن دو و تقدیم به قهرمانان سرفرازمان مریم و مسعود که چنین رهروانی را به همراه داشته و دارند. آن دو محبوب محبوبان میهنت، آن دو محبوب محبوبان میهنت، تو از درخشان ترین کرانه‌ای که من ایستاده‌ام با یارانت، چه بی هنگام و دلگداز به جاودان بی کرانگی سفر کردی. این بی کرانگی را ارزان به کس نمی دهند مگرش هستی پر افتخار خیش را با هنر یکی کند، مگر در شبان شبگیر شیطان ها با دوست داغبان ها و دلغکان حقیر بدهنرش، مگر آنکه پای کوبان و سرخوشان و مطمئن از خارستان مغیلان ابلیسی بگذری. آن دو تو به رستگاری و سرفرازی سلام کردی به آوردگاه جانبازان و باغبانان باغ رهایی میهن در بندت، و تو آن دو جاودان عزیز عزیزان میهنت، تا آخرین لحظه مجال به آن ناگزیر مقدر چنان درآویختی تا مگر پیامی دیگر در دهی برای چگونه زیستن. آه آن دو، از تپ ماهورهای بی وزن اسفاد که آسمان پرستارهشان سقف بلند بانگ هاست تو را جستجو کردم. مرغ آتش بودی بر بلندای درخت اهورای مزدایسنای مزدکی با ایهام چلیپا بر دوش. آن دو، اگر بالا بلند شاعری چون الف بام داد آیدایش را در آینه دید، تو و آیدایت چنان به آینه مقاومت برآمدی که از این پس صادقان عاشق و عاشقان صادق آینه دار تو خواهند بود. آن دو، مرگ این بیرحمترین بیرحمانان چون ولی صفاکان خاربونکی چون مرا نادیده میگیرد تا دیگر باره گلچین گلستان ها شود. آن دو، در حد من نیست چون توی تا بگویم مجاهد اشرفیم، اما چون تو سربلند و سرفراز و مطمئن میگویم همانا یک هوادار کوچکم. سلام به قهرمانان دلبندت مریم و مسعود که از جاذبه ناب آنان است که ما در جنجاله پرگرد و غبار کور راه ها به شاه راه رسیدیم. سلام به اشرفیان شرف بخش قهرمان، به مجاهدین خلق بیمثال. Thank you.